فکر میکنم این بعضی از این توصیه ها در هوا هم هست، هوایی هم که آدم میخواد، اما بهش توجه نمیکنه تا وقتی که تنفس سنگین میشه، تا وقتی که اکسیژن نیستش ما فکر نمیکنیم که این نیاز اصلیه. یک حرف میگویند خودت باش، فکر میکنم این بهترین توصیه بوده که همیشه به همه ما شده و این در هوا هم بوده، در ادبیاتمون هم بوده، در نان روزانه‌ای هم که میخوریم در خودش میگه این خود بودنه و خود رو شناختنه. من کتاب مثنوی رو، یک نسخه از مثنوی، کلاس سوم دبستان بودم، پدرم یک نسخه از مثنوی رو خریده بود و آورد به من داد، هنوزم اونه دارم، تعداد مثنوی ولی اونه دارم، از چاپ سنگی قدیمی بود، دوباره کار شده بود روش و چاپ شده بود در یک کتاب فروشی اسلامی از ناصر خسرو. بعد ایشون اون نینامه رو خوند، میدونیم که مثنوی با نینامه شروع میشه، بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال به معذرت خواهم، بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت. بعد خواند و رسید، بعد رسید به حکایت پادشاهی که کنیزکی رو گفت بقیه رو تو میخوانی، آروم آروم میخونی، یه جایی که به نظرت جذاب آمد، یک بیتی که آمد خیلی میتونی راجبش حرف بزنی، اونی که سوال داری بله باید بیای سوال بکنی، من نمیفهمم این کلام، اما اونی که فهمیدی راجبش فکر کن، بیا به من بگو. من اینو خوندم، یعنی شروع کردم خواندن، هیچ وقت یادم نمیره، همیشه با خودم تکرار میکنم برای که این خیلی مهمه. این توصیه بزرگ حضرت توصیه میکنه، پدرم توصیه کرده، نمیدونم، میگم در هوا بوده ولی اونجا دریافتم. داستان با این شروع میشه و به پدرم گفتم، همین دو تا بیت خونده بودم، شاید 10 دقیقه بعد برگشتم گفتم من میخوام راجع به این صحبت کنم و سوال کنم. میگه بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان، نقد حال خیش را گر پی بریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. من البته هنوز بین دنیا و عقبا چیزی سرم نمیشد، بعد از پدر میپرسیدم، ولی فهمیدم میگه، یک به من میگه بشنو، من دو میخوام یه قصه بگم، ولی فکر کن راجع به این قصه، واژه نقد رو بعد میپرسیدم و از این دست. ولی دریافتم شناخت خود مسئله اصلی مثنویه، برخلاف همه اندیشه‌هایی که میگوین سرگشتی کو بریم در غزلیات دنبالش بگردید باشه، ولی مثنوی رو به من واگذارید، برای اینکه مثنوی انسان شناسیه، خودشناسیه، با خودشناسی هم شروع میشه. انسان باید خودش رو بشناسه و خود باشد، خود نه اینکه در یک جا بماند تغییر نکنه، خود یعنی اینکه همیشه به خودش رجوع بکنه، ببینه کیست، چیست، به دنبال چیست. بعد چند بیت پایین تر که این رو هم نقل میکنم، این یک باز حضرت مولانا میفرماید، میگه آن یکی خر داشت پالانش نبود، رفت پالان آورد گرگ خر را در رو. من دریافتم که یک بزرگ، یه زیاده طلبی هایی هست که آدم از همون بچگی، رفتم به پدرم گفتم برای من توصیف کرد، شعر بعدی، بیت بعدی رو خوند و گفت به دنبال یه چیزی هستی و اون زیاده است، اون بیش از یا توان توست، بضاعت توست و بیش از اندازه های توست، خودت رو نشناختی. پس وقتی به خودت رجوع بکنی در میابی همون چیزی که داری تو رو قانع میکنه، راضی میکنه، تو رو بزرگ میکنه. آن یکی خر داشت، این خررم از دست میدی وقتی به دنبال پالان میری. بعد